اندیشه. آقای امینی عزیز، سال روز در گذشت نصرت الله امینی است امروز، پدر شما، خدا رحمتشون کنه. هر وقت من یا یکی از شنوندگان یا برنامه سازان رادیو صدای ایران اشتباهی در شعری داشتن یا مثلا یه نیم بیتو میخوندن باقیشو نمیدونستن، صدای تلفن زنگ میزد و آن شادروان نصرت الله امینی ما رو اصلاح میکردند. و روی چی میگن؟ یادشون بخیر. یادشون بخیر. البته خب زندگی بسیار خوبی داشتند، خدمات زیادی به جامعه ایران انجام دادند و نام نیکی از خودشون به جای گذاردن. و این است که اگرچه چقدر سمت‌های مهمی داشتن. بله بروی، بله، از جوانترین قاضی دادگستری ایران بودند و جوانترین شهردار ایران. تا پیش از این دوره انقلاب که دیگه جوان بودن اهمیتی نداشته، ولی در اون دوران می داشته و کمتر از 35 سال داشتن اینگامی که شهردار تهران در دوران مصدق شدن. در چه زمانی تونستن جلوی خلخالی رو بگیرن که میرفت پرسپولیس رو داغون کنه؟ بله، برای این یکی از کارهای بر روی ماندگار ارزشمند زندگی ایشان هست، چون من به ویژه در اون زمان در شیراز در کنار ایشان بودم و نیک به یاد دارم که چگونه مردم رو برانگیختم که بیایند به خیابان، بیایند به جلوی دروازه برهان و در رادیو صحبت کردن از اینکه دی اوباش اسمی بردن از خلخالی و دی اوباش بکن تخت جمشید رو ویران کنند و گفتن که از روی جنازه من باید بگذرن. و تلفن های زیادی از سوی روحانیان شیراز پس از این جنب و جوشی که در میان مردم ایجاد شده بود به قم شده بود، به آقای خمینی و یاران ایشان، و اونها پادرمیانی کردند و آقای خلخالی رو هشدار دادن که به سوی شیراز نرود. میدانید که آرامگاه رضا شاه رو ویران کرده بود، برخی از ساختمان‌های قدیمی دیگر رو در شیراز سالیانی پس از اون، البته نه در دوران استانداری پدر من، ولی سالیانی پس از اون ساختمانی که محل زندگی سید علی محمد باب بود اون رو هم ویران کردن. یعنی هیچ ارزشی برای آثار تاریخی قائل نبودن. البته از برکت این نوع دشمنی با تاریخ راستین، تاریخ دروغین هم ساخته شده. تا پیش از رویداد انقلاب 1357 ما در ایران 1500 امامزاده داشتیم، البته درست یا غلط. امروز نزدیک به 15000 امامزاده در ایران شناسایی شده. یعنی در این 37 سال به اندازه 1200 سال پیش از اون 10 برابر اون امامزاده یافت شده در ایران، که خب میدانیم اون 1500 تا بیشترش دروغ بوده دیگه. این 15000 که دیگه روشن است که تا چه اندازه نادرست و نارواست. آقای امینی، یه اسمای عجیب غریب هم به این امامزاده ها دادن. من حالا یادم نیست، یکیش یادمه امامزاده چیچی. چیچی، بله بله، امامزاده چیچی. امامزاده بی غیرت هم بود البته. ده؟ بله، همون البته. میدونید جالب اینجاست، امامزاده بیژن امامزاده نیست و فرزند یکی از بزرگان قزوین بود که در اونجا دفن شده بود، ولی مردم به هر حال می‌رفتن و دخیل می‌بستن، ولی چون در آب یک بود در راه تهران به قزوین، درست سر جاده‌ای که دست چپ ما می‌رفتیم برای دیدن مصدق با پدرم، همونجا بود امامزاده بی غیرت. از بس مردم دخیل بسته بودند و به چیزی نرسیده بودند، به این گفته بودند امامزاده بی غیرت. و خب واقعا بیشتر امامزاده بی غیرت هستند همه‌شون. آقای امینی، نام پدرتون در میان آمد، من یه جایی خوندم که نوشته بودن دفاعیات آقای نصرت الله امینی در دادگاه مصدق موجب شد که بر روی ایشون از اعدام نجات پیدا کنه. شما چنین چیزی خوندین؟ اون کسانی که این رو بدری ایمیل یا یه نفر برای من سوداگری با تاریخه و
بله اینا بازیه، میدونید چون پدرم هم وکیل دادگستری بود و وکیل دادگستری در دادگاه نظامی اصلا اجازه شرکت نداشت و خوشبختانه وکیل ایشان که انسان بسیار بسیار شریفی هم بودن، سرهنگ بزرگ مهر، زندگی نامه خودش رو و ماجرای دفاع خودش رو از زندیات مصدق نوشته و تا چندین سال پیش هم زنده بود و این است که نیازی به این رو دروغ پردازی ها نبود. پدر من وکیل خصوصی کارهای حقوقی زندیات مصدق بود و نه کار او با دولت در زمینه سیاسی، چون اون رو دادگاه نظامی حل کرده بود، یعنی مصدق رو در دادگاه نظامی محاکمه کردن و در دادگاه نظامی باید وکیل از نظامیان باشد و چند نفر بودن، یکی از اونها که در واقع سر وکیل بود آقای بزرگمهر بود که او پیشتر طرفدار مصدق نبود ولی در جریان محاکمه و آشنایی و دیدار با مصدق سخت هوادار مصدق شد و یکی از دوستان خیلی خوب پدر من بود و انسان بسیار شریفی هم بود. این است که از این نوع داستان ها میگویند. و ببینید اصولا این خیلی عادی شده، این تو این ایمیل هایی که میفرستن، توی این چیزهایی که در اینترنت میگذارن بازی با تاریخ میکنن، یعنی هیچ نوع حجب و حیا، هیچ نوع وفاداری به تاریخ نیست. مثلا همون که پیشم هفته پیشم اشاره کردم که بله مصدق نمیدونم کاشانی و فلان کس رفتن و خلیل طهماسبی رو از زندان آزاد کردن، رفتن پیش مصدق و با هم نهار. خب میدونیم دروغ هست، اینجا خازنی و دیگران محافظان خانه مصدق بودن و گفتن اینها دروغ هست، آمد برای دیدن و ما ردش کرد. ولی خب راحت ساختن این نوع داستان ها، البته نه تنها در مورد مصدق، در مورد دیگر شخصیت های تاریخ ایران هم از جمله کسانی که با مصدق مخالف بودن از این نوع داستان ها ساختند و هیچ نوع پرهیزی هم نسبت به این نوع داستان سازی ها وجود نداره. هر کسی میتواند در گزارش تاریخ دوچار نادرستگویی بشود، یعنی میتواند جمله ای رو، نامی رو، تاریخی رو نادرست بگوید. خود من در برنامه هفته گذشته با شما در دو مورد آگاهی نادرستی رو به همیهنان رساندم و آنقدر ناراحت بودم که از مدیر تلویزیون خواستم که یه بخشی رو ادیت کنن و در پایان برنامه قرار بدن. از جمله اشاره کردم که مظفر بقایی در خارج از ایران در گذشت که درست نبود. بعد به یاد آوردم، همون زمان که این رو گفتم اندکی پس از اون به یاد آوردم ولی فرصت نبود اشاره کنم که در ایران در یه بیمارستانی در گذشت و زیر نظر حکومت بود. و دیگری در اشاره به فکر میکنم آقای رزمارا بود که درست شما منو درست توضیح درستی دادی. رزمارا در اون هنگام دکتر رزمارا در پاریس بود و این رو از با گفته است که او از زبان دیگران که به سر بالین برادرش رفته بودند من خوانده بودم و شنیده بودم، از جمله از خود ایشان، و این رو به نادرست گفتم که خود ایشان بر بالین رزمارا رفتن که ایشان 17 سالش در اون هنگام نبوده. شما منو اصلاح کردید و سپاسگزار شما هستم. خواهش. و این است که در این گزارش های تاریخ باید بر روی اگر نادرستی یا در جای اشتباهی از یک گزارش دهنده یا پژوهشگر تاریخ انجام می شود، این رو برای مردم توضیح بدن. البته در برنامه های تلویزیونی و رادیویی که یادداشت و کتابی در برابر انسان نیست، این نوع نادرستی ها بیشتر به چشم می خوره. ولی به ویژه در نوشته ها باید خیلی ملاحظه کرد. من یک بار در یه یادداشتی برای آقای آبراهامیان این رو نوشتم در کتاب ایشان که به چاپ 15 و 16 در ایران رسیده، میان دو انقلاب، یک رشته نادرستی های خیلی آشکار وجود داره و بیشتر منابع ایران منابع انگلیسی بوده، منابع ایشان. و خب تعجب میکنم یک پژوهشگر ارزشمندی مانند ایشان که من براشون خیلی احترامم قائلم، یک چنین برحال نادرستی هایی در کتابشون باشه و اصلاح نکنم. این در هر کاری ممکنه وجود داشته باشه ولی
انسان باید با شتاب این رو در چاپهای بعدی یا در توضیح بعدی خودش این رو اصلاح بکنه. میشه بفرمین چه نادرستی هایی بوده در کتاب ایشون؟ برخی اسامی ایشان چون از منابع خارجی برداشتن، مثلا در مورد مقدم، دو مقدم رو با هم در هم یکی دونست از خاندان مقدم، ما چند خاندان مقدم داشتیم که اینها رو با هم در هم آمیختن و یکی نیستن اینها. من اینها رو در کارهای دیگر توضیح دادم یا در اشاره به پخش برنامه های مذهبی در رادیو سال آغاز اون رو سال زمامداری زندیات مصدق اعلام کردن. درست نیست، از همون سال 1320 که 2 سال پس از آغاز رادیو بود برنامه مذهبی در رادیو ایران آغاز شده بود و راشد در واقع از اون سال در رادیو برنامه داشت و افسون هم میشد بسته به اینکه کی نخست وزیر میشد یا کی سرپرست رادیو میشد. چند مورد دیگر هم هست که اینها رو اجازه بدید در این برنامه که بناس به خزعل به پردازی و خوزستان و چیزهای از این دستی که واردش نشوم. ولی این روش، چون حالا به خوزستان خواهیم پرداخت، این روشی است که در ایران با شوربختی زیاد باید گفت مورد پذیرش است. آدمی آمده چند سال پیش کتاب 500 سال تاریخ 500 ساله خوزستان زندیار احمد کسروی که ارزشمندترین کارهای کسروی رو برداشته و ویرایش کرده به اصطلاح و بازچاپ کرده. خب ویرایش یعنی شما باز میگردید و میبینید که در چاپ نخست از نظر چاپی چه اشتباهاتی وجود داشته و در کجا شاید نویسنده منظور دیگری داشته، واژه دیگری رو استفاده کرده و اون رو در زیرنویس توضیح میدهید. این کار رو برخی از بزرگان ادب ایران مانند قزوینی، مانند اقبال و دیگران در مورد دیوانهای شعر، در مورد کتابهای بسیار کهن انجام دادن و حتی در زیرنویس به 3-4 مورد اشاره کردن، گفتن شاید منظور چنین بوده باشد و اونجایی که توانستن جای خالی رو پر بکنن ویرایش رو انجام دادن. بلکه از ویرایش ها هم ویرایش خطی است، یعنی از اون رسم خطی که در اون زمان چیده بوده این رو به امروز تبدیل کردن، این رو میگویند ویرایش. و یا برخی ویرایش ها ویرایش های بسیار گسترده است، مانند کارهایی که من در مورد نوشته های کسروی کردم که تنها ویرایش نیست، افزوده هم هست. این آقا آمدن در ایران کتاب 500 تاریخ 500 ساله خوزستان کسروی رو بازچاپ کردن. برخی از اشتباهات چاپی که کاشکی نمی کردن واقعا کاش نمی کردن اشتباه های تایپی چاپی گذشته رو، مثلا وبا نیز، این رو چون و با فاصله پیدا کرده این بانیز رو با هم نوشتن، بکردن این بانیزه، بدن بانیز معنی نداره، باتیز کردنش، نمیدونم چرا. ولی در سرتاسر این کتاب به احمد کسروی که هم زبانشناس بوده و هم 8000 نام شهرها و دیهای ایران رو با دقت در کتابی منتشر کرده، در چند جزوه که چند دفتر که بعد سپس کتابی هم شد، آمدن و اهواز ایشون رو اصلاح کردن، آمدن و با حتی گذاشتن نه اهواز بله دیگه آمدن نه خیر آمدن بله فکر کردن که این یا نمونه های دیگری رو فکر میکردن که این هه باید هه دو چشم باشه، هویزه رو پوزش میکنم، نه اهواز نه هویزه رو، هویزه رو فکر کردن این کسروی سواد نداشته باید با هه دو چشم میرمشته، چون هه حتی به قول شما عربی است، در حالی که کسروی توضیح میدهد که این هویزه و خوزستان و اهواز از یک ریشه هستند، از ریشه واژه خوز هستند و به تدریج شاید نخته افتاده و این خوز سرزمین خوزها، زبان خوزی یا خوزی و خوزستان از همون ریشه در واقع واژه هویزه بیرون میآید، از همون ریشه اهواز است و کسروی میدانسته که باید این هویزه رو با
به اون گونه بنویسه، ولی ایشان آمدن دو اینا کسروی رو اصلاح کردن. خب اینها دستبرد به تاریخ از با ناآگاهی و خب از این نوع کارها در ایران زیاد انجام میدن متاسفانه، مانند برای حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وقت برنامه رو بگیرم. خواهش من آقای امینی عزیز، قرار است که درباره شیخ خزعل امروز اطلاعات تازه‌ای ارائه بفرمایید. شیخ خزعل همینان عزیز یا خزعل الکعبی در سال 1242 متولد شد و در خرداد 1315 درگذشت. اون موقع من 1 ساله بودم. بله. او لقب‌هایی داشت مثل معز السلطنه، سردار اقدس، دارای نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا، ریاست قبیله بنی کعب، سالها فرمانروای خرمشهر و سمت‌های فراوان و سرزمین‌های گسترده‌ای به عنوان مالک اونا. به حال عصری بودش که وضعیت ایران در هم بر هم بود و در حکومت مرکزی اون قدرت نبود که این آقا رو سر جاش بشونه. شیخ خزعل القاب دیگری داشت مثل نصرت الملک، سردار ارفع و همونجور که گفتم از دولت انگلیس و حکومت هند هم نشانهایی داشت. بعد از کودتای 1299 بله، و به حال قدرت یابی رضا شاه که اون موقع رضا خان بوده و سقوط دولت قاجاریه، مبارزه بین دولت مرکزی و شیخ خزعل علنی شد که گفته می شود عامل اصلی در این زمان وجود دکتر میلسپو مستشار مالیاتی امریکایی در تهران بوده. آیا امینی این درسته؟ ببینید، یکی از عوامل هست، یعنی مجموعه ای از ماجراها به درگیری دولت ایران، تنها هم رضاخان نیست بلکه دولت ایران هست، با خزعل دامن میزنه. البته در اون دوران به دلیل درگیری هایی که در خود درون ساختار دولتی ایران در مجلس با خود رضاخان وجود می‌داشته و پیرامونیانش، کسانی از میان مجلسی ها و دولتیان با خزعل نزدیک میشن، از جمله خود احمد شاه. ماجرای خیلی پیچیده‌ایه برای بررسی اون دوران. اجازه بدید که در رابطه با توضیحی که دادید اندکی من برگردم به گذشته تر، چون حکم یا فرمان امارت عربستان رو مظفرالدین شاه به نام خزعل صادر کرده. تا پیش از اون، تا زمان مظفرالدین شاه، تا تقریبا میتوان گفت میانه دوره پادشاهی مظفرالدین شاه، خزعل والی یا حاکم خوزستان و عربستان بوده و واژه خوزستان در حکم فرمان روایی او نهفته بوده. چرا این دارای اهمیت است؟ زیرا یک گفتگوی نادرستی امروز یا ادعای نادرستی امروز از سوی قومگرایان هوادار جدایی خوزستان یا عرب شماردن خوزستان در جریان است، از پان عربیست ها که با پول البته کویت و عربستان و دیگران هم تقویت می شود، که اصلا این منطقه از دیرباز نامش عربستان بوده و گویا این رضا شاه بوده که آمده و نام خوزستان رو بر این منطقه نهاده. خب این از تاریخ به دور هست، درست نیست. راست این است که ما در نوشته های تاریخی از هنگام آمدن اعراب به ایران و حتی در نوشته های پیش از آمدن اعراب، از جمله در نوشته هایی که مربوط به سنگ نوشته های شاپور هستش در نقش رستم، که سیاهی از
سرزمین های وفادار به امپراتوری عثمانی ساسانی در اونجا یاد شده از یک عربستان نام برده می شود، که این عربستانی که در اون زنگبشته وجود دارد در خاور، بخش خاوری خوزستان امروز هست، بیشتر بخشی از دشت میشان رو در بر می گرفته و حتی در برخی از نوشته‌های تاریخی این سرزمینی که به نام عربستان می‌خواندند از مرز دشت میشان می‌آمده تا یمامه و یمن و عربستان رو هم و حجاز رو هم در بر می‌گرفته. عربستان در نوشته‌های تاریخی دوره پس از اسلام به بخش بسیار کوچکی از خوزستان گفته می‌شده. در همه نوشته‌های تاریخی و در سروده‌های سرایندگان فارسی گوی برجسته ایران نام خوزستان رو ما میبینیم، در نوشته‌های عربی هم نام خوزستان رو میبینیم. من چند نمونه رو خدمت شما تنها در اینجا بگویم. در صور الاقالیم و مسالک الممالک استخری، دو کتاب برجسته، یا احسن تقاسیم مقدسی که به عربی است، و مسالک الممالک ابن حوقر که او هم در واقع عرب تبار بوده، در همه این آثار و آثار دیگر از خوزستان سخن رانده شده و درباره خوزستان صحبت شده. سفرنامه ناصر خسرو به آشکارا و روشنی درباره خوزستان سخن میگوید و از واژه خوزستان بهره میگیره و این واژه ساخته دوران رضا شاه نیست. اینها دروغ‌های تاریخی است که بر روی به دلیل منفعت سیاسی ساز کردند و از اون بهره میگیرند. راستی این است که پولی خزعل خرج کرد. خزعل خیلی در دادن پول به دیگران برای یافتن پشتیبانی دست و دلباز بود. چند روزنامه چاپخانه بزرگ رو در عراق و در مصر هزینه اونها رو میداد و روزنامه های چاپ میشد از او به عنوان الامیر العربستان یاد میشد و خیلی او رو بزرگ میکردن با پولهایی که خرج میکرد، که زنده یاد احمد کسروی در ده سال در عدلیه، چون رئیس عدلیه خوزستان در همین دوران برانداختن خزعل بوده و با پس از دیدار با رضا شاه و اندرزی که در واقع رضا شاه به او داده بوده یا درخواستی که رضا شاه از او کرده بوده برای ساختن یک عدلیه توانا، دادگستری توانا در این سوی شط العرب، به گفته رضا شاه که اون سوی شط العرب گفته بوده که انگلیسی ها عدلیه دارن، ما هم این برای شط العرب خوب است که یک عدلیه خوب بسازیم، رفته به خوزستان و با خزعل درگیر شده. او میگوید که به درستی هم اشاره میکنه که پول های کلانی رو خزعل پخش میکرد و کسانی در ستایش او رو امیر و فرمان روا و شیخ عربستان میخواندند. این شیخ عربستان شدن رو یا فرمان امارت عربستان رو، حکومت عربستان رو که از مظفر دیشار گرفته، با پولهایی بوده که به بزرگان دربار مظفر دیشار داده و اینا همه دربارش نوشتن و آگاهی زیاد دربارش وجود داره، در حالی که خوزستان یک واژه تاریخی است و بخشی از خوزستان به عنوان عربستان شناخته می شده و هنوز هم شاید بتوان به بخشهای عرب نشین خوزستان با این واژه عربستان اشاره کرد. این تصور، حالا اجازه بدید من اینجا با شما که زبانشناس و عربدان هستید این رو عنوان کنم. ببینید در زبان فارسی، نیک شما میدانید که ما قدرت ترکیبی این زبان زیاد است، همون گونه که قدرت کاربرد و صرف و نحو عربی بسیار تواناست، در زبان فارسی ما قدرت ترکیبی زیاد است. واژه‌ای از عربی رو میگیریم مانند کتاب و خانه رو بهش اضافه میکنیم، میشود کتابخانه، یه واژه فارسی است. هیچ عربی، هیچ عربدانی، هیچ زبانشناس عربی واژه کتابخانه رو نمیسازه. به همین ترتیب هم ممکن نیست عرب‌ها به سرزمینی که گویا عرب نشین بوده عربستان بگویند. این ستان، جایگاه، استان یه واژه کهن ایرانی فارسی است و تصور این که اعراب بخواهند سرزمینی که سرزمین مادری و نیاکانی و کهن اونها بوده بیایند و
عربستان بخوانند، خب این همین عربستان سعودی رو ما میگویم عربستان سعودی. عرب ها که نمیگن عربستان سعودی، میگن سعودی عربیه یا عربستان بهش نمیگن. این ستار فارسی که در اینجا آمده یعنی ایرانی ها، فارس زبان ها به بخشی از این سرزمین های عرب نشین میگفتن عربستان، همونجور که میگن قرقیزستان چون قرقیز ها در اونجا زندگی میکردن، اون هم به بخشی از این سرزمین میگفتن، نه در بخش هایی که بختیاری نشین بودند مردم زبان فارسی صحبت میکردن، یا مثلا سرزمین هایی که شوشتر رو شما در نظر بگیرید، دسفول، هم امروز هم ما در شوشتر و دسفول با زبانهای شوشتری و دسفولی روبرو هستیم. یک تهرانی ممکن نیست سروده های شوشتری و دسفولی رو بدون یاری یک واژه‌یاب دریابد، چون یک ساختار زبانی متفاوتی است. البته واژه‌های زبانی در یک سرزمین در هم آمیخته سفر میکنه، واژه‌های فارسی به زبان یا نیم زبان شوشتری وارد میشود و زبان از اون زبان ها به زبان ما میاد، مانند واژه‌های عربی. ولی بیشتر این سرزمین ها سرزمین های غیر عرب نشین بوده، زبان های بومی در اونجا وجود داشته و این دوران خیلی تازه است. حتی در اینجا اجازه بدید که نکته را اضافه کنم، این طایفه بنی کعب چون دو طایفه بزرگ در خوزستان به خوزستان کوچیدند، یکی بنی طرف بود و دیگری بنی کعب، این کوچ رو زنده‌یاد احمد کسروی در تاریخ 500 ساله خوزستان با جزئیات و با دقت توضیح داده که این کوچ هزار سال گذشته نیست، این بخشی از آمدن اعراب مسلمان به ایران نیست، این یک کوچ تازه است، نسبتاً تازه است، پیشینه شاید 200-300 ساله بیشتر نداره و در این دوران نسبتاً تازه تر برخی از اونها به دشت میشان و سرزمین های خوزستان ما کوچیدند و اونجا رو سرزمین باشنده طوایف عرب کردند که به این دلیل به اون بخش از خوزستان که عرب آمده بودند و نشیمن گزیده بودند عربستان می گفتند، اگرچه نامهای فارسی هم در اونجا وجود می داشت. آقای امینی یک سوال مترزه می خواستم بپرسم، آیا رضا شاه بود که دست خزعل رو از خوزستان کوتاه کرد یا تفاهم رضا شاه با بریتانیا؟ ببینید این همون جور که در پیش از برنامه دیروز که با هم گفتگو میکردیم درباره چگونگی پیشبرد برنامه امروز، چون برنامه تاریخی اگر میان پرسش کننده و پاسخ دهنده یک هماهنگی نشود میتواند از مسیر خودش خارج بشه، بنابراین بود که اشاره کوتاهی من بکنم امروز، ولی چون فکر میکنم بحث ماجرای خزعل و خوزستان طولانی خواهد بود، در بخش دوم این برنامه در هفته آینده به جزئیات این مسئله خواهم پرداخت. البته در اینجا چون پرسش معترضه‌ای داشتید، منم یک پاسخ معترضه‌ای میدم، پاسخ کوتاهی میدم تا دست کم زمینه گفتگو رو نهاده باشم و بینندگان با دیدگاه من در این زمینه آشنا باشن. در بررسی های تاریخ 100 سال گذشته ایران، چون سیاست به تاریخ راه پیدا کرده، باید به راستی با دشواری به این مسئله اشاره کرد که در دو سوی هر کدوم از این رویدادهای تاریخی کسانی هستند که صدای سیاست دارند. خب میدانید که سفرنامه از رضا شاه به چاپ رسیده، سفرنامه خوزستان، که البته همه میدانند این رو، موافق و مخالف میدانند که این خامه دبیر اعظم بهرامی است، خامه رضا شاه نیست. دبیر اعظم بهرامی از همراهان رضا شاه در سفر خوزستان، همون سفر معروفی که به پایان دولت خزعل و سرانجام دستگیری او و آمدن او به تهران می انجامه و عملا خوزستان رو از اون حالت ملوک و طوایفی
ناوابسته به ایران جدا میکنه و بخش پیوسته با ایران میکنه که بسیار کار ارزشمندی هم بوده، سفرنامه به جای مونده. خب طبیعی است که وقتی پادشاه مملکتی سفرنامه می‌نویسه، مانند سفرنامه هایی که به ناصرالدین شاه منتسب هست، این سفرنامه ها با منافع سیاسی نوشته شده. در آن سوی انتقاد به رضا شاه هم کسانی که سخت باور بر این دارند که رضا شاه را از آغاز کار انگلیسی ها پروردند و روی کار آوردند و تا پایان هم اونها رضا شاه رو اداره می کردند، همه رویدادهای برافتادن خزعل رو به حساب دولت بریتانیا می گذارند. راستی های تاریخ یه چیزی در میان این هاست، به این معنا که در پدیدار شدن دولت ملی در ایران ما با یک سپهر اندیشه‌ای ناسیونالیسم ایرانی برآمده از مشروطه روبرو هستیم که در این دوران ایرانیانی که به ساختن دولت مدرن مشغول هستند دست بردن از زمان مشروطه، و در دوران رضا شاه بسیاری از اینها پیرامون رضا شاه گرد آمدند و از جمله شخص خود رضا شاه سخت باور به این دارد که باید یک ایران مقتدر، توانا و یک پارچه ساخت. و درگیری اون زمان ایران هم تنها با خزعل نیست. اسماعیل آقا سینکو در بخش‌های شمال غربی، شرقی آذربایجان، شمال شرقی آذربایجان و کردستان هست. چند شورشی کرد دیگر در کردستان، از بیرون از کردستان ایران به کردستان نظر دارند. دو شورش یا سه شورش سیاسی مانند خیابانی، جنبش جنگل و پسیان در بخش‌های بسیار مهمی از ایران وجود داره. در بلوچستان ما با جنب و جوش و شورش دوست محمد خان بلوچ روبرو هستیم، و در جنوب ایران عشایر بختیاری و قشقایی حاضر نیستند که اسلحه خودشون رو زمین بگذارند و استقلال خودشون رو در مقابل دولت مرکزی از دست بدهند. یکی از نیرومندترین مخالفان در اون دورانی که بنا بود ارتش منظم در ایران به وجود بیاید برای نظام وظیفه، دسته های ایلیاتی مانند بختیاری و قشقایی بودند که نمیخواستند جوانانشون از عشیره بیرون بیایند و برمند در سربازی. یک نوع مقاومت در برابر ایجاد یک جامعه مدرن وجود می داشت و طبیعی است که ایجاد جامعه مدرن با خشونت روبرو است، مانند زایش یک کودک که با خون روبرو است، همراه است. ساده نیست، آرام نیست، آسوده نیست، کتابی انجام نمی شود، بلکه با درد و رنج است که یک جامعه کهن ویران می شود و یک جامعه نو ساخته می شود. ما امروز هم در ایران همچنان در کمرکش این چالش برای ساختن یک ایران مدرن هستیم. در دوران فراز رضا شاه به قدرت با آنچه که از دوران ایلیاتی باقی مانده بود به ویژه روبرو بودیم، امروز بیشتر با جریان‌های کهنه دینی روبرو هستیم. جریان‌های ایلیاتی ناتوان‌تر شده، ولی به هر روی در اون دوران مسئله خزعل خیلی جدی بود. بریتانیا سرمایه گذاری کرده بود روی خزعل و خزعل یک آدم وفادار به بریتانیا بود. در دوران جنگ جهانی اول وفاداری خودش رو خیلی روشن نشان داد و جانبازی کرده بود در راه بریتانیا و حتی درگیر شده بود با شیعیان عراق، یعنی حاضر شده بود که در برابر وفاداری که یک نوع وفاداری نسبی که میان مسلمانان ایجاد شده بود با دولت عثمانی، خودش رو هماهنگ با اون مسلمانان نکنه بلکه با دولت بریتانیا بکنه. و برخی از فرزندانش اصلا در بریتانیا زندگی میکردند و خود او هم همونجور گفتید نشان از دولت بریتانیا دریافت کرده بود. بنابراین در وفاداری او نسبت به بریتانیا هیچ تردیدی نبود. آقای امینی ببخشید این وسط مذهبت ما یه مطلزه دیگه با آن اینیست که آیا درسته که ایشون از خانواده قاجار هم یک دختر گرفته بود؟ بله، از خانواده قاجار هم دختر گرفته بود و حتی جالب اینجاست که در همون زمانی که رضاخان اون زمان رفته بود به خوزستان، اون دیدار معروفی که به تسلیم خزعل انجامی، خزعل از دبیر اعظم بهرامی درخواست کرده بود که
رضاخان یکی از دخترهای او رو به همسری بگیره و یک خیشاوندی میان رضاخان و خسعل به وجود بیاد و روابط بهتر بشه. ببینید این سنت جامعه قبیلی و ایلیاتی است که ازدواج میکردن و با این ازدواج ها یک نوع وفاداری به وجود میآوردن. این برمیگرده به فکر کنم اینجور که میگویند ازدواج های پیامبر اسلام که میگفتند برخی از اونها برای مصلحت به هر حال اسلام و مسلمانان بوده. من نمیخوام وارد بحث مذهبی در اینجا بشوم، ولی درست میفرمایید. از قاجار زن گرفته بود و فرزندان زیادی داشت خزر، شاید نزدیک به 40 تا 50 فرزند داشت. 14 پسرش رو ما میشناسیم، یعنی از نام های 14 پسر او آگاهی داریم. شاید هم پسران بیشتری داشته باشه، فرصت باشه در برنامه نام پسرهای او رو در اینجا خواهم خواند. ولی برگردم به رشته گسسته کلام. در اون دوران چند نوع منفعت در هم آمیخته بود یا سود در هم آمیخته بود. بختیاری ها خب پس از گرفتن تهران یک کتاز سپهر سیاست ایران شده بودند تا دوران طولانی، و این چیرگی با کودتای 1299 اندکی پیش از اون پایان یافته بود و به این آسانی حاضر نبودند تسلیم قدرت رضاخان بشوند و فراز او رو به قدرت بپذیرند. البته در میان اونها اختلاف وجود داشت، یعنی به این معنا که مثلا از دو فرزند سردار اسعد معروف یکی سر به شورش برداشته بود و از یاران و متحدان خزعل شده بود و در اون کمیته نجات ملی همراه خزعل بود، و یکی دیگر که سردار اسعد دوم بود وزیر پست و تلگراف رضاخان بود و همراه رضاخان به خوزستان رفت، یکی از چند نفری بود که از همراهان رضاخان بود. بنابراین در میان اونها هم اختلاف وجود داشت، در میان قشقایی ها گرایش های وجود داشت به پشتیبانی از رضا شاه و گرایش هایی در مخالفت با او. ولی به هر روی این مسئله وجود می داشت که در اون هنگام دولت بریتانیا منافعش در تفرقه افکندن میان ایرانیان بود. یکی از مسائل اساسی مورد توجه بریتانیا در این بود که چگونه امنیت نفت رو می توانند تأمین کنند. دو قرارداد بزرگ داشتند، یکی قرارداد با سران بختیاری برای امنیت مسجد سلیمان و لوله های نفتی که از مسجد سلیمان به سوی جنوب می آمد، و دیگری پیمانی که با خزعل داشتند برای ایجاد امنیت در بخش دوم از میانه خوزستان تا هنگامی که نفت به خلیج فارس برسد. این دولت بریتانیا بود که سران بختیاری مخالف با رضاخان رو با خزعل هم پیمان کرد، و تا هنگامی که بریتانیا از این پشتیبانی به این پشتیبانی ادامه میداد، خزعل بسیار بسیار شادمان بود. جالب اینجاست که یک ماه پیش از رفتن رضاخان به خوزستان و تسلیم خزعل، از سوی بوشهر سلاح جنگ افزارهای کلانی با پشتیبانی دولت بریتانیا به ناصری رسیده، به جایی که خزعل زندگی میکرد. بنابراین اینگونه بخواهم به سخن شما پاسخ بدم، یک گرایش نیرومندی در میان بزرگان ایران و از جمله رضاخان وجود داشت که خوزستان باید بخشی از ایران باشد و باید دولت مرکزی بر اونجا چیرگی کند، و دولت بریتانیا تردد میان این داشت، تزلزل میان این داشت، و هنگامی که دولت بریتانیا تصمیم نهایی گرفت که دیگر پشتیبانی از خزعل ممکن نیست، و این تصمیم همه در همون یک ماه نهایی، یک ماه آخر پیش از سفر رضا شاه گرفته شده بود، دیگر تکلیف خزعل روشن شد. ولی به نظر من این داوری درست نیست که بگوییم که دولت انگلستان، دولت بریتانیا تصمیم گرفته بود که خزعل رو به رضاخان واگذار رو تسلیم بکنه. چنین چیزی نیست. یک رشته سیاست‌های درونی و کوشش ملی گرایانه در ایران وجود می‌داشت برای یک پارچگی کشور که کار بسیار بسیار نیکی بود، و هرچه سودای
پیش و پس پرده باشد، راستی این است که آمدن خوزستان یا پیوستن خوزستان یا باز پیوستن خوزستان به ایران و بخشی از خاک سراسری ایران شدن و زیر نفوذ و قدرت دولت مرکزی قرار گرفتن پیامدهای بسیار نیکی برای تاریخ ایران داشته و اگر این نفت خوزستان نبود شاید ما از این هم فقیرتر می بودیم که هستیم. آقای امینی، درگیری های رضاشاه و خزعل در مورد حضور میلسپا در دارایی ایران چگونه بود؟ فرمودی توضیح میدید. بله، این ببینید داستان خیلی جالب است. آمدن میلسپا به ایران پروژه نبود که رضاشاه آغاز کرده باشه. این در دوران قوام سلطنه آغاز شد. جالب اینجاست که نخست وزیر یا سیاستمدار ایرانی که کوشید که پای آمریکایی ها رو به ایران باز بکنه قوام السلطنه بود، هم در زمینه امتیاز استاندارد اویل و هم در مورد قرارداد میلسپو. این قوام بود که این کار رو آغاز کرده بود و در اون هنگام نخست وزیر ایران بود قوام و رضاخان وزیر جنگ در کابینه قوام بود. قوام السلطنه نخست وزیر پس از فرود سید ضیاءالدین، کابینه 90 روزه سید ضیاءالدین بود. یعنی از زندان در اومد رفت نخست وزیر شد؟ بله. یعنی قوام از زندان در اومد رفت نخست وزیر شد؟ قوام از زندان در اومد رفت نخست وزیر شد، بعد که رضا شاه نخست وزیر شد به زندانش انداخت و گفتش که توطئه برای کشتن نخست وزیر کرده و سرانجام هم از ایران تبعیدش کردن. این بازی سیاست ایران بود، این چیز تازه‌ای نبود اصلا و خیلی پذیرفته بود در جامعه ایران که بزرگان سیاست بزنند علیه یک دیگر. و این برمیگرده به دوران خیلی خیلی پیش از آن، فراز خواجه نظام الملک به اون قدرتی که رسیده بود با کشتن دبیران دیگر آغاز شد، به این آسونی نبود. اما برگردیم به نکته که گفتیم، با آمدن میلسپو، یعنی در واقع میلسپو شرط دادن وام به ایران، ایران تقاضای وام از آمریکا کرده بود و شرط دولت ایالات متحده آمریکا این بود که اقتصاد ایران باید سر و سامان پیدا کنه، چون در ایران نظام مالیاتی وجود نمی داشت. مستوفیان بودن ولی این مستوفیان به راستی نظام مالیاتی جدیدی نداشتن. میلسپا آمد و خیلی زود نظام مالیاتی ایران رو سر و سامان داد و به راستی باید گفت کارهای بسیار ارزنده‌ای در ایران انجام داد. از جمله یکی از کارهای او در این بود که برابر کرد میزان مالیاتی رو که خزعل به دولت مرکزی بدهکار بود، چون در دوران قاجار تمام سرزمین‌های زیر سلطه خزعل رو دولت قاجار تیول او کرده بود. او مالیات ها رو جمع می کرد و یه مالیات کلی به دولت مرکزی می داد و در بسیاری دوران ها می مالیات رو نمی داد. شاید 10 برابر مالیاتی که عشایر و زمینداران و بزرگان خوزستان به دولت مرکزی باید می پرداختند او می گرفت و پول بسیار اندکی به دولت مرکزی می داد. این نظامی که میلسپو به وجود آورد بهانه قانونی برای ناتوان ساختن خزعل به دست رضاشاه داد، چون بزرگترین واکنش تا اون زمان خزعل هم نسبت به این بود، چون بقیه مسائل رو جدی نمی گرفت. هارت و پورت دولت مرکزی رو همون هارت و پورت می دونست، ولی اینکه بخواهن زمین های او رو بگیرن، چون می دانه که در زمان حکومت ابله مظفرالدین شاه، یعنی کار ابلهانه دوران مظفرالدین شاه، سرتاسر زمین های خالصه ناصری رو خالصه خزعل کردن. بنابراین هر کس در ناصری، همون اهواز وعدی، میخواست خانه ای بخره بسازد باید زمین رو از خزعل بخرید. و میلسپا مالیات اینها رو که برابر کرد، معلوم شد که خزعل برای پرداخت مالیات های پیشین خودش باید تمام زمین ها و دارایی خودش رو به دولت مرکزی واگذار کنه. کشاکش از اینجا آغاز شد. از این سوی هم دولت در تهران، اونهایی که میخواستن قدرت رضا شاه رو یا فراز رضا شاه رو از شتابش بکاهند، مانند مدرس، پیرامونیان احمد شاه، اقلیت مجلس، به این فکر افتادن که از سران عشایر
و از خزعل بهره میگیرند، به یاری رساندن به اینکه یک کمیته نجات آقای امینی دو سه دقیقه وقته بله کمیته نجات ملی به وجود بیاید و در این کمیته نجات ملی برخی از سران عشایر و خزعل شرکت داشتند و مدرس هم از اونها پشتیبانی میکرد، برخی دیگر از دولتیان هم پشتیبان اونها بودند. در همین دوران است که اون تلگراف معروف رو خزعل به رضا شاه فرستاده بود که من با دولت ایران مخالفتی ندارم، من با شما مخالفم، شما بناست که احمد شاه رو کنار بگذارید، شما شورشی هستید، یاغی هستید و من دولت یاغی شما رو به رسمیت نمیشناسم. عجب. اون مالیات نمیخواست بده. بله، همونی که بعدها تلگراف فرستاد و درخواست بخشودگی کرد و تسلیم شد. بله، با قدرت در واقع اون زمان این تلگراف رو فرستاد که من زیر بار شما نخواهم رفت. هفته آینده من به درازا به این خواهم پرداخت که با چه ترفندهایی کوشش کردند که نخست با خزعل کنار بیایم و از جمله دولت بریتانیا کوشید که میانجیگری کنه در این زمینه‌ها و چگونه خزعل سرانجام تسلیم شد، چه جنگ‌هایی رو در واقع برانگیخت و در ادامه این جنگ‌ها راه به جایی نبرد. ماجرای بسیار جالبی است که باید به اون پرداخت. و آقای امینی، کسی که خزعل رو گرفت و به تهران آورد خود رضا شاه که نبوده ها؟ نه خیر، رضا شاه وقتی که به خوزستان زاهدی بوده، از خوزستان خارج می شود، سرلشکر زاهدی، افسران بسیار وفادار به خودش رو به فرمان روای استان و شهرها گماند، یکی از اونها زاهدی بود. و فضل الله زاهدی فرماندار نظامی و سیاسی خوزستان شد و او بود که خزعل رو دستگیر کرد و از دشمنان شدید این فرماندار نظامی و افسران رئیس عدلیه اون زمان احمد کسروی است. احمد کسروی که سخت دشمن خزعل بود، نسبت به زاهدی بر این باور بود که او همون رفتاری رو که خزعل می کند در رخت نظامی انجام می دهد و او رو حتی متهم به دزدی می کرد و سرانجام هم در نامه تندی که نوشته بود علیه زاهدی و از جمله دو مقاله‌ای که یکی علیه زاهدی و دیگری علیه رضا شاه در حبل المتین با نام مستعار چاپ کرد به نام خدادار و گفته بود دروغ هم نگفتم، من واقعا خدادار هستم، او رو از کار برکنار کردم و به تهران فراخوندم. خیلی ممنون. از خود زاهدی هم خیلی زود از چشم رضا شاه افتاد، یعنی فرمان روایی او بر خوزستان دیری زیاد نپایید، خانه نشین شد مثل این که نه؟ بله بله. ممنونم آقای امینی عزیز، تا هفته آینده ادامه جنگ و جدال با خزعل و در واقع دستیابی دولت مرکزی بر خوزستان. بله، خیلی ممنون ازتون. سپاسگزار شماست. خواهش میکنم و من هم سپاسگزار همیهنان عزیز که به این برنامه توجه ویژه دارند و به همه برنامه های این تلویزیون، این شبکه. سپاسگزار آقای امیر هستم که این برنامه رو هدایت کردند، کارگردانی کردند. شب و روز شما خوش.